انفجار در مسجد بلگ شیعیان در کابل بیش از 25 کشته و زخمی بر جا گذاشت. درود بر شما شنونده یک کانال برکینگ نیوز افغانستان هستید. امروز جمعه 9 ثور سال 401 هجری خورشیدی که برابر است با 29 آپریل سال 2022 میلادی می باشد. مسئولان امنیتی طالبان در کابل وقوع انفجار در یک مسجد را تایید می کند و می گوید که این انفجار دست کم 5 نفر کشته و بیش از 25 نفر دیگر زخمی شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل میگوید که این انفجار عصر امروز روز جمعه نوک ثور در منطقه سراهی علاءالدین از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل رخ داده است. آقای زدران میگوید که این انفجار پس از ادای نماز جمعه رخ داده است، اما او درباره نوعیت انفجار چیزی نمیگوید. درباره تلفات این انفجار آمار متفاوت گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در این انفجار دست کم 10 نفر کشته شده است. شفاخانه امرجنسی در کابل میگوید که تا اکنون از محل انفجار 20 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. منبع مردمی نیز گفته است که در این رویداد حدود 50 نفر کشته و زخمی شده است. مسئولیت این انفجار را تا کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. این انفجار در کابل در حال رخ داد که شامی دیروز دو انفجار در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ جان دست کم 11 نفر را گرفت و چند نفر دیگر را زخمی کرد. مسئولیت این حمله را داعش بر عهده گرفته است. در این اواخر حملات بالای شیعیان در افغانستان افزایش یافته است. در همین حال چند پیش دو انفجار خونین بالای شیعیان در افغانستان در ولایت های قندوز و مزار شریف به وقوع پیوست که تلفات سنگین را هم در پی داشت. داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه بالای هزارها در شهر مزار شریف را بر عهده گرفت. گروه داعش در صفحه تلگرام خود مسئولیت حمله به هزارها در مزار شریف را بر عهده گرفت. روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه به مینیبوس های مسافربری در محلات هزار نشین شهر دست کم 9 نفر کشته شدند. در حمله هفته گذشته منصوب به داعش بر یک مسجد شیعیان هم 11 نمازگزار کشته شدند. محمد آصف وزیر سخنگوی پلیس طالبان در مزار شریف برای ترس گفت که بم ها در داخل مینیبوس ها جاگذاری شده بود. در اثر این انفجار دست کم 9 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. او افزود که این انفجارها در فاصله یک چند دقیقه در نواحی سوم و دهم مزار شریف رخ داد که سرنشینان این منبوس ها برای افطار به خانه های خود می رفتند. هزارها و شیعیان افغانستان در سالهای اخیر به طور پیوسته از سوی گروه تندرو سنی از جمله داعش مورد حمله قرار گرفتند. گروه طالبان در 7 آگوست سال گذشته قدرت را در افغانستان بر دست گرفت. اوایل این هفته گفت که با حضور گروه داعش در افغانستان پایان داده است، اما با وجود این انحصارات حمله به شیعیان در بیشتر از مناطق افغانستان گسترش یافته است. هفته گذشته در حمله این گروه بر دو مرکز آموزشی هزارها در کابل به گفته مردم محل بیش از 60 دانش آموز کشته شدند. دو روز پیش نیز 5 شهروند هزاره در مسیر راه در صف شلگر در ولایت سمنگان تیرباران شدند، هرچند هنوز هیچ گروهی مسئولیت این کشته را بر عهده نگرفته است. و در آخر با امید یک صلح پایدار در کشور عزیزمان افغانستان، سپاس از همراهی شما تا این لحظه. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.